چطور شده؟ با همگیری و گسترش شیوع کووید 19 در کشور و خصوص در بامیان و محدودیت های وضع شده، در این ولایت همه فعالیت های فرهنگی به خصوص برگزاری جشنواره ها دایر نگردیده و حالا این چهارمین جشنواره گل کچالو و اولین جشنواره تا این فصل سال در بامیان بوده است. مقامات محلی در این جشنواره میگویند که برگزاری جشنواره گل کچالو به پاس زحمات تشویق بازاریابی محصولات زراعتی برای دهقان ولایت بامیان است. جشنواره گل کچالو به معنی واقعی کلمه قدردانی از زحمات طاقت فرسا و افتخارآمیز تک تک دهقان عزیز بامیان هست که مردم بامیان با سعه صدر و بزرگواری همساله ای را برگزار میکنه. امیدوار هستم که این جلسه کم بتانه این سلسله را دوام بده و ما در سالهای بعدی بتانیم برنامه های خوبتر را در اینجا برگزار کنیم. زراعت و مالداری شغلی است که بیش از 80% مردم این ولایت از این طریق معیشت زندگیشان را تأمین میکنند و اما به دلیل نبود سردخانه ها بازاریابی محصولات زراعتی از مشکلات دهقان در این ولایت است. تو مسئله ذخیره کچالو که ما از این گرفته می خبر از ما کم است. هیچ چیزی نیست، هیچ وجود نداره و نیرا خواهانی از هستیم که باید اضافه شود. در جریان 15 سال گذشته بیش از 2000 ذخیره خانه کچالو در ولایت بامیان از سوی وزارت زراعت و موسسات همکار برای دهقان ساخته شده است و حشمت الله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی و سرپرست وزارت زراعت و مالداری کشور میگوید که وزارت زراعت امسال 295 ذخیره خانه کچالو برای دهقان میسازد و از این میان تا حال 95 ذخیره آن تکمیل و بقیه آن تا 3 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. قرار است که در کل 200 ذخیره پیاز که میبخشین ذخیره کچالو از طریق برنامه اینچلپی وزارت زراعت که به اساس هدایت مستقیم جلالت ماب رئیس جمهور به کل ولایت توجه صورت گرفته که بامیان شامل از او است، 300 باب بود، 100 ازی کم شد، ما بعدا دلش خدمتتون عرض میکنم، و 95 باب ذخیره کچالو از طریق پروژه زنجیره ارزشی محصولات باغداری ما که برنامه را امروز به اشتراک رئیس به زراعت بامیان دایر کردن که جمعاً 295 ذخیره کچالو میشه. همچنان سرپرست وزارت زراعت گفت که امسال 42 ذخیره خانه پیاز، 20 دستگاه خشک‌کننده میوه و 400 گلخانه را در این ولایت برای دهقان توزیع و تطبیق می‌نماید. یک مقدار پیازی که دیگه تولید میشه 42 ذخیره پیاز هم به ولایت بامیان در نظر گرفته شده. به خاطر خانما 20 دستگاه خشک‌کن محصولات زراعتی، اگر بانجان رومی را خشک میکنن، زردالو را خشک میکنن و یا هر محصول دیگه را که خشک میکنن به خانمای مستحق توزیع میشه. در همین حال امسال مجموعه پروژه هایی که از سوی وزارت زراعت و با همکاری موسسات در این ولایت تطبیق میگردد بودجه آن بیش از 557 میلیون افغانی است. کچالو که یک از منابع مهم اقتصادی برای بامیان است که همساله این ولایت با برداشت بیش از 300 متر تن کچالو دهقان این ولایت از زراعتشان برداشت. علی سامی، تلویزیون بامیان.